فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبر و بر ماهواره نایل سد اتهام آخوند رافضی به امام زهری رحمه الله امام سجاد وارد مسجد رسول خدا شدن امام سجاد دیدن زهری زهری با دو نفر از همپالکی خودش کنار منبر رسول خدا در روزه منور مامین منبری و مهرابی روزتون من ریاض الجنه هر سه چهار نفر دارن فوش میدن به امیر و لعنت میکنن بینندگان محترم امام محمد ابن مسلم ابن شهاب قرشی زهری یکی از امامان جلیل القدر مسلمانان بودند که نسبشان به زهره بن کلاب جد پنجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسد و تابعی مشهور بودند که در علم حدیث ید طولا داشتند که از ایشان 2200 حدیث روایت شده است و اولین تابعی بودند که تدوین حدیث را آغاز نمودند ایشان در سال 58 هجری به دنیا آمدند و در سال 124 هجری چشم از دنیا بستند آخوندان رافزی مانند همکیشان خاورشناس خود همیشه میکوشند در افرادی تن وارد نمایند که در روایت احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر دیگران سبقت گرفتند افرادی مانند ابو عایشه ابن عمر انس ابن مالک و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم از صحابه و امام زهری رحمه الله از تابعین تا بتوانند به پایه های اساسی اسلام ضربه بزنند و با تن به امام زهری و دیگران بتوانند احادیث زیادی را زیر سوال ببرند و به ائمه دیگر حدیث که پایین از ایشان هستند نیز تن وارد نمایند اینها کرم های زمینی هستند که به کوه های سر به فلک کشیده تن وارد می‌کنند. امام سجاد وارد مسجد رسول خدا شدند امام سجاد دیدن زهری زهری با دو نفر از همپالکی های خودش کنار منبر رسول خدا در روزه منور مامین منبری و مهرابی روزتون من ریاض الجنه هر سه چهار نفر دارن فش میدن به و لعنت میکنن مشاهده نمودید که این آخوند رافضی با ذکر داستان بی مدرک و سند میخواهد امامی از ائمه حدیث را زیر سوال ببرد اگر واقعا راست میگویید سندی برای این سفزت گوییتان ذکر نمایید انما یفتری الكذب الذين لا یؤمنون بآیات الله واولئك هم الكاذبون فقط آنان دروغ میبندند که به آیات خدا ایمان ندارند و ایشانند که دروغگویانند اکثریت مسلمانان جایگاه ائمه اهل بیت علیهم السلام را گرامی می‌دارند و هیچ اهانتی را به ایشان نمی‌پذیرند چرا که پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام هستند و تنها اقلیت رافضی هستند که به دروغ خود را پیرو اهل بیت می‌دانند ولی کن در حقیقت پیرو ابن سبع یهودی می‌باشند چگونه امکان دارد امام زهری رحمه الله اهل بیت علیهم السلام را لعن نماید در حالی که در مورد امام سجاد رحمه الله میفرماید علی ابن الحسین اعظم الناس علی منتن علی ابن حسین زین العابدین رحمه الله بزرگترین انسانی است که بر من منت گذاشته است طبقات ابن سعد جلد پنج صفحه دویست چهارده کنار منبر رسول خدا در روزه منور ما بین منبری و مهرابی روزتون من ریاض الجنه هر سه چهار نفر دارن فش میدن به امیر و لعنت میکنن حاج آقا در آخر باید تذکر داد که حدیث چنین نیست که شما خواندید بلکه نص حدیث این است ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنه بهار الانوار جلد 97 صفحه 146 منهاج البراعه جلد پنج صفحه دویست و و شش دیدن زهری زهری و همچنین زهری به فتحه نیست بلکه زهری به سکون خوانده می شود